روز 17 هم از چالش 30 روزه ریتینگ 2500 بلیتس در سایت chess.com بریم. امروز هم کلی از شطرنج لذت ببریم. پلی رو میزنم ببینیم امروز چه خواهد شد. با یک فید مستر از همین ابتدا بازی داریم. با دفاع سیسیلی بازی رو آغاز میکنه وایلد 3000 که بازیکن جالبی هم میزنه. خب وارد ساختارهای سیسیلی تایمانوف شدیم فکر میکنم. آشیش رو بازی کرد فیل به خونه ایسه. شاخه‌ها رو خیلی خوب یادم نیست. میدونم این وزیر F3 جدیدم بازی شده ولی خب اطلاعات کاملی ازش ندارم. قبلا خودم چیزای دیگر رو بازی میکردم. D6 نمیدونم بزنی قلرم برم حالا که تازه تا اینجا رو اومدیم. F4 رو بازی کنیم ببینیم چگونه جواب خواهد داد. بزنیم E5 چون که حالا گسترش جلو هم فکر میکنم بازی رو باز کنم ایده بدی نیستش. میخوام زیاد فکر نکنم. امروز نمیرسم خیلی هم بازی کنم چون یکم چشم درد میکنه واقعیتش و شاید نرسم خیلی بازی کنم. خب اینجوری بازی میکنه که من اگه پیاده D6 رو بزنم نمیدونم میخواد چیکار کنه. پیاده D6 رو میزنم چون اگه با فیل بزنه پیاده G7 رو میزنم و اگرم نزنه خب من میتونم رخو به خونه E1 بیارم و کم کم از این وضعیت استفاده کنم. رخ E1 بریم ببینیم چی میشه. حالا هم SP4 داره میاد هم SP5. فیل به F SP5 بزنه خیلی خطرناک میشه براش ولی خب SP5 رو میتونه G6 بازی کنه. اون وقت چیکار کنم؟ فیل D4 عجیب غریب میشه. بریم بازی کنیم ببینیم چی میشه. SP5 اگه زیباییه ولی خب G6 داره اینجا. B4 رو بازی کرد. از در G7 بزنم نمیدونم چیکار میخواد بکنه. از در G7 هم میزنم. خب زد با وزیر میزنم. میخواد قلعه بزرگ بره یا معلوم نیست. اگه قلعه بزرگ بره یکم راحت میشه ولی نه چندان. اسب خونه A4 دوتا پیاده زدم. پیاده F7 زیر ضرب. یه فیلی 4 داره اینم داشت بزنه. زیاد بهش توجهی نداشتم. میتونم B3 بازی کنم همه چیزو دفاع کنم. میتونمم از B6 کش بدم. زد با فیل بزنم. این به نظرم جالب تر. از B6 میزنه با فیل میزنم. رخ G8 D7 کش میبرم ها. بریم بازی کنیم ببینیم چی میشه. چون D7 کش رو دارم در انتها فکر میکنم برنده میشم اینجا. خب چی میشه؟ شاه باید D2 بزنم. اینو با کیش ندیدم داره بزن. خب حالا این داستان ادامه داره. شاه E2 میذاریم. شاه E2 میذارم بزن تو D1. اینو با کیش میزنم میبرم. خب باید چیکار کنه؟ دارم اینم میزنم. دارم اینم میزنم. دارم وزیرشم میزنم. چه شد؟ چه شد توی این بازی؟ اینو بزنه که وزیر در چشت میبرم بازی رو. عجیب و غریب شد یهو بازی. حواسم به وزیرای یکیش نبود ولی خب بازم چیز خوبی نبود براش و تسلیم شد این حریف. 8 تا ریتینگ گرفتم. بریم گیم ریویو رو ببینیم. بزنیم ببینیم چی شد اصلا توی این بازی. 2400 و خورده بود ریتینگ حریفم. تسلیم شد اینجا. 86% دقت و خوب بوده. حالا استار ریویو رو بزنیم. یه استاد فیده. استاد فیده یعنی ریتینگ فیدش تا حالا بالای 2300 رفته. خب وزیر جسه میگه آخرین حرکت کتابی بود. قلم خوب بود. میگه F4 بهتر بود یکم ولی خب قلعه هم خوبه. F4 هم خوب بوده. این تصمیم هم خوب بود. E5 هم خوب بود. اینجا یه برتری خیلی زیادی رو گرفتم. ای در D6 که زدم B5 رو بازی کرد. رو خیچ E1 هم فوق‌العاده. SB5 هم خوب. میگه SB3 بهتر بود. خب SB3 مثلا بعدش اسب A5 دارم. یه دونه اسب A5 دارم که خیلی قدرتمنده. حالا رخ D4 اینام داره میاد. من رفتم برای اسب F5. گفتم اگه اینو بزنه کمش فیل B6 کیش داره. فیلی 4 داشت. استری 4 افتری 4 رخ D4 بازم اینجا باید وزیرش قربانی بده تا بتونه این بازی رو در بره. بازم حالا سفید برنده هستش ولی خب قوی تر از این فیل D4 کیش بود. در هر صورت حریفم G6 هم بازی نکرد. B4 رو بازی کرد. من G7 رو زدم کیش. زد با وزیر زدم. قلعه بزرگ رو رفت. رخ D4 چرا بازی نکردم؟ وزیر C5 حالا SP4 خیلی قوی تر بود. SP4 که بازی کردم اینجا شاید باید فیلی 4 رو بازی میکرد. تنها اشتباه هم شاید این بود و
و اسب شیش هم خوب بود. اینجا هدفم این بود که اگه رخش رو برداره ده هفت کیش بدم بازی رو ببرم، ولی خب کیش داد که یهو بد شد، اومدم اینجا کیش داد و شاه حتی ایسه هم میتونستم برم، شاه رفتیم ایدو و این بازی تموم شد. اینجا یه بازی زیبا با حرکت شاه ایدو بازی رو تموم کردم، عجیب و غریب بود. بریم بازی بعدی رو انجام بدیم. خب پلی بزرگ کنم، پلی رو بزنیم، ببینیم حریف بعدی که خواهد بود. و خب دفاع سیسیلی، بازی قبلی هم دفاع سیسیلی بود، بازم سیسیلی آلاپین رو داریم. شاخی اسب شیش رو بازی میکنم، اینو میزنم ایشیش. چندین بازی این لاین رو بازی کردم، نتیجه بعدی هم برام نداشته تا حالا. فیل به چار کیشم میدیم، به نظر من که سیاه کاملا اوکیه در این وضعیت. اسبم میذارم سه شیش، قله هم میرم به شیش با ایده فیل به هفت. چی شد فیلان بذار به هفت، یهو نزدیک بود موسم قاطی کنه خدا وکیل. رخو بزنیم سه هشت بزنه، وزیر میزنم ده پنج نداره. خب این اسب ای پنجش یکم داستان داره. سه سر رو بزنم با چی پس میگیره؟ با هرچی، با هرچی که بخواد میتونه پس بگیره. اوکی دوست دارم تنش رو حفظ کنم، وزیر ده شیش بازی کنم، ده پنج رو بزنه فیل سه چار بازی کنم، ای پنج رو بزنم میزنه، سه سر رو بزنم. خب اول سه سر رو میزنم، با پیاده بزنه ای پنج رو میزنم، با رخ بزنه اینو میزنم، این به نظرم خوبه. اگه با این پیاده بزنه حالا دیگه از سری پنج دارم پیادهاش خراب میشن. با وزیر که نداره بزنه، از سری پنج میزنم، با رخم بزنه بازم از سری پنج، ده دری پنج، مثلا وزیر در ده دو، بعد رخ در ده دو، رخ در سه سه، به در سه سه. بریم بزنیم ببینیم چی میشه. اینو زد، قابل پیش بینی نبود این حرکتش خیلی، چون اسب اف سه کیش دارم با فیل میزنه نمیشه. آها قابل پیش بینی بود ولی خب من پیش بینی نکردم، بهتر اینه که اینجوری بگیم. با وزیر بزنم، وزیر رو بزنم سه پنج، به نظرم منطقی ترین راهه. حالا یکم بهترم ولی نه خیلی زیاد، زمانم کمتره، باید خیلی سریع بازی کنم ادامه بازی رو، چیزی که همیشه میگم و خیلی وقتا هم اجرایی نمیشه. وزیر رو بزنم سه دو، پیاده به دو که نیستم، روی فیل هستم منتها. خب حالا برگردیم یه بار، از این سه پنج نمیدونم تصمیم درست چیه، یا مساوی رو قبول کنم یا نه بازی کنم، نمیدونم. در صورت وزیر ده چهارش، از این سه دو، وزیر ده دو، وزیر جه شیش این بار میرم. آره وزیر رو میذارم جه شیش، سریع هم میذارم جه شیش، اگه تکرار حرکت رو انجام بده سریع وزیر رو میذارم جه شیش و تکرار حرکت رو باش انجام نمیدم، ببینیم چی میشه. فیل فیک رو داره و خب حالا داره فکر میکنه. خب فیل فیک بازی کرد خودش، اچ شیش رو بازی کنم. خب فکر میکنم رخ به خونه سه هشت تصمیم منطقی باشه، فیل رو بتونم ده پنج بذارم خوب میشه. وای کیش داره، خوب شد کیش نداد، کیش داشت. از اینجا فیل ده پنج، کیش میداد کارم زار بود. رو رخم کیش کیش فیل ده سه فیل ده. تفاوت میدادم فکر کنم. خب حالا مهم نیست، کیش نداده که. وزیر رو بیام سه هفت، الان تعویض برای من خوبه دیگه.
وزیر رو میرم 3-2. یه تکرار میکنم. هفت و زد، اینو میزنم. نفسی که باز کردم خیلی نفس خوبی نبوده. رخ 3-2 بازی کنم، بازم کیش میده. این G6 رو بازی کنم. حالا رخ 3-1، رخ 3-2. این چی بود؟ D8، وزیر F6. بیم B7. خب وزیر ایسه، شما برم G7. وزیری هفت. چرا رخشو نزدم؟ خوشو بده من. خب وای، وزیر شد، حواسم نبود، زود زدم، یه دونه زود زدم. اینجا بازی رو باختم بهش. یه ریمچ باش میزنیم. تهش یه اشتباه کردم که یکم زمانم کمتر بود، یه سوار جلو بودم دیگه، پیادش وزیر شد، یه F4 بازی کرد، پریموف کرده بودم، به این بازی رو باختم. بازی مساوی بود در کل بازی، ولی خب آخرش من بازم زمان کم آوردم. بریم این بازی رو سریع بازی کنیم. انگلیسی رو بازی میکنه و شاخه جالبی هستش. وزیر رو میذارم B6، حرکتی که خیلی بازی نمیشه و حریفمونم نشون میده که این حرکت رو تا حدودی بلده. فیل B4. وزیر رو بذارم D8. اینو میزنم، D6 بازی میکنم. خب اینو میشه D5 کرد فکر میکنم. بوفیل رو بهش دادم، بازی سنگین دور قبل رو خوب مدیریت نکردم. ازم قلعه رو برم تا دیر نشده. میشه E4 رو زد، میشه SB5 بازی کرد. شم به سادگی فیلو D7 گذاشت فعلا. ببینیم اون چی کار میکنه. بازم اگه دقت کنید بازی قبلی رو من تقریبا با زمان از دست دادم. اینم بزنم، بازی رو بذاریم کجا؟ E7 یا C7؟ C7 بهتره شاید. رو خفصه، رو خواده هشت. فیلم رو بتونم جای خوبی، مثلا اسب A5 از C4، فیل C6، فیلش D4 جای خوبی نداره. آیا اگه از این مطمئن باشم دیگه این کار رو انجام میدم. جان چی شد؟ مات میشم مگه؟ چه قربانی دادین؟ رخش C8، وزیر H5، F6. قرار مات بشم. F5 هم دارم، F6 هم دارم. F6 کیش شابالا، کیش شابالا. بریم فقط زمانو از اینم، فکر کنم بازی منو میبینن اینا، میبینن زمانو کنترل نمیکنم. اینا میان همشون با من قربانی اینا میدن. چه قربانی بودین آخه دیگه. بازی بلیت ارزشش هم داره شاید بعضی وقتا همچین قربانیایی رو بدیم. F5 میخواد وضعیت رو باز کنه.
شاید از P5 منطقی ترین ادامه باشه که ستون ای رو ببندم. بعدن شاید میخواست بزنم رخ E1 چیزی، حالا دیگه اینم میزنم، دیگه این چیزا هم وجود نداره. خب شا اینجا رخ اونجا، مثلا از C4 رو میخواد چیکار کنه؟ ایسر رو دارم، رخ اینجا رو دارم، وزیر H5 H6 بازی کرد، عجب حرکتی. خب اول اینو با کیش بزنم، اجازه بده مات مختنق میشه، اجازه نداد. خب حالا خیلی کارا میشه کرد، خیلی کارا که نه، چرا رخو نزنم G8 ساده، دارم مستر چیش میزنم. قربانی هیجان انگیز، کاش میذاش مات مختنقش بکنم، چون آخه چشت میزنه تو D7 کیشا. خب با وزیر سه سر رو بزنم چیکار میکنه؟ اینو ندارم البته، رخ چشت و رخ در D7 میزنه. حالا چی؟ زمان خوب کنترل میکردم، بازی قبلی هم نمیباختم و الان ریتینگ هم بیشتر بود، ولی خب مسئله این نیست. دست اول فکر کنم ریتینگ زیادی رو گرفتم، دست دوم همونو پس دادم و در G4 اول اینو با کیش میزنم چون مات نکنم اول. خب خسته نباشی، 5 تا دیگه گرفتم. خب 2438 هم الان، یکم دیگه بازی کنیم. E4 سیسیلی، اسپو میزنم C3، ببینیم چه لاینی رو بازی میکنه. خب A6 رو بازی کرد، میزنیم E6، بازم وارد سیسیلی های تایمانوف شدیم، بازم همون وزیر F3 رو بازی میکنم. خودم هم نمیدونم وزیر F3 دلیلش چیه، ولی خب بازیش میکنم دیگه. همه بازی ها حریف هم یه اسپی پنجی چیزی میان، بعدش حالا بازی جالب میشه. فیل به 4 رو نمیدونم جریانش چیه، فیل به 4 چیکار باید بکنیم الان؟ فیلو گذاشته به 4، به فیل F4 دارم، آیا چیکار باید بکنم؟ نمیدونم. اینه که وقتی یه تئوری رو بلد نیستی چرا بازی میکنی؟ خب وقت اسپو میذارم به 3، بزنه با پیاده میذارم، خونهای سیاه رنگش رو استفاده میکنم. نمیدونم واقعا، شاید فکر کنید مثلا میگم نمیدونم الکی میگم، ولی واقعا نمیدونم. D5 بزنیم، فیلو D4 بزنم یا C5 یا D4. D4 قله، بریم C5 ببینیم چی میشه، نذاریم قله بره. وزیر F4 کیش داره همیشه، ولی خب حالا وارد آخر بازی بشیم مهم نیست. این فیل سیارو هم فیل مهمیه، بتونم C4 فیل D6 اینا رو بازی کنم خیلی خوب میشه، ولی خب معلوم نیست بشه اینا رو بازی کرد یا نه. الان پیاده هم ضعیفتره، ولی دو فیل خوبی رو دارم. خب من که دوست دارم این بازی بشه، این A4 A5 بازی بشه، من دوست دارم، چون که فیلم هم بعدا میتونه بیاد اینجا. حالا هم خونه آسر رو همیشه برای فیلم دارم. وزیر F4 رو میزنم، خب GS هم به نظر خوب میاد، C4 هم به نظر خوب میاد. از C3 پیاده گرفت ازم، از C3 شو حواسم نبود که پیاده میگیره متاسفانه.
رو خود درسه بذارم زد فیلاسه کنم دیگه، کار دیگه ای از دستم بر نمیاد. بریم تا سری بازی کنیم. اه چه پیاده رو نزد. خب بریم فیلو بزنیم جه دو. حالا که نزد پیاده آچار رو چرا نزد؟ حالا رو به هفتم باز خوبه، حالا نمیگم چیز زیادی کاسب شدیم ولی خب بازم بد نیست. یه هسته هفتایی داریم یه جاهایی. فیل در سه شیش میتونم بزنم، رخو بذارم ده هشت، رخو بذارم ده شیش، فیل در سه شیش، رخ ده شیش، پیاده رو بگیریم، رخو بذارم ای یک، سه شیش رو بزنم. فکر کنم همه برترین به فنا رفت اگه برتری وجود داشته. حالا تعادل بازی، یکم شاید سیاه بهتره به خاطر داشتن ساختار پیاده یه بهتر، ولی خب حالا بازی میکنیم ببینیم چی میشه. خب بذاریم ما یک ستون باز، به چهارم بازی میکردیم بد نبود. خب رو خب بریم آهفت، یه مقب زمان 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 مسئله مهم میشد بازم. سه چهار کار کردم بازم داریم زمان رو از دست میدیم. هم زمان هم مکان رو از دست دادیم. بله متاسفانه این بازی رو هم خواهم باخت و هیچ. بله متاسفانه این بازی رو هم باختم. چی بگم، زمان رو که از دست میدم همه چیز بد میشه. بریم بازی بعدی ببینیم چی میشه. نمیخواستم زیاد بازی کنم، حالا زیادم بازی نمی کنیم. بریم دو تا بازی دیگر رو اگه ببرم دیگه بازی نمی کنم. ده چهار اسب اف شیش، آیا لندن یا نه سه سر رو بازی میکنه با ایده فیل جه پنج. از ده هفتم نمیدونم خوب بود یا نه، بازیش کردم. حالا میخواد اف چهار بازی کنه آیا. بریم سه پنج رو بازی کنیم، به مرکزش حمله کنیم، با فیل میزنم. بسیار هم عالی. وزیر آ پنج، پیاده سه پنج اگه بتونم بگیرم خوب میشه. اینجا که تهدید از بی چار رو دارم، کاش یکی کنار دستم بوده میگفت بابا زمانت داره میره فکر نکن. این بازی قول میدم که مدیریتش کنم ببینم چی میشه. فکر کنم ریتینگم کلا چیزی کاسب نشدم، حالا شاید چیزی هم انداختم. با حمله ورسوف رو با ما بازی کرد، حمله ریختر ورسوف
که با اساسه بازی کرد. حالا یکم این بازی استثنان داره زمان من بهتر میشه. از بیچار رو نمیدونم میخواد چیکار کنه. سسش میره زیر ضرب. حالا دو تا پیاده میده. یه پیاده قربانی دادم ولی دو تا گرفتم. همینو میگیرم، همینو میگیرم. تازه خب تسلیم شد. اصلا این حریف تسلیم شد. خب یه بازی دیگر رو پیشنهاد داد. بازی میکنم باهاش. این بار کاروکان رو بازی کرد. شاخه پیشرفته کاروکان. اینم میزنم. این بار من بهش پیاده قربانی داد. اون به من پیاده قربانی داده. نمیدونم آ5ش تا چه حدی صحیحه. واقعیتش نمیدونم. فیلو بذارم ایسه چون دیگه وزیر آ5 نداره. F4 فیل B5 بعدش F4. فکر میکنم تونستم پیاده رو نگه دارم با وضع تقریبا خوب. از سری 5 میخواد بزنه. خب اینو بزنم که از سری 5 نخورم. حالا قله میریم اول ببینیم چیکار میکنه. فیلفتو یه پیاده داده ولی خب مورای خوبی رو داره. حالا باید ببینیم آیا میتونه ازش استفاده ای بکنه. چون من الان H5 رو بازی کرد داشتم میگفتم الان G4 دارم. خب اسب بریم C3 بعدش کجا بذارم اسبمو؟ بعدش B4 میکنم مثلا. ایده B4 رو دارم الان توی وضعیت. فکر میکنم خوب شد دیگه برای سفید. خوب شد. B4 داره میاد. یه پیاده جلو هم. این اضافه شدن آسه و آ5 به نفع سفید شد توی شروع بازی. حالا بازم توی این بازی زمان مهمترین چیزه. خب پیاده D4 رو قربانی داد برای اینکه بتونه بازی کسب کنه. این رو هم حالا فکر کنم از B5 دارم. بزنه D1 و C7 و با کیش میزنم. بله از B5 رو دارم و اسب داره میشینه خونه D6. این بازی رو میبرم دیگه چون که دوتا پیاده زدم. حالا از D6 هم داره. بخواد D1 رو بزنه C7 و با کیش میزنم. یه تفاوت هم اینجا میگیرم. با فیلم B5 رو بزنه با اسب پس میگیرم. بعد از D6 کیش میدم بازم و کارش خیلی زار میشه چون که با پیاده C هم D6 رو میگیرم. یه هجوم پیاده ای رو داریم در سمت جناح که نیست همون مرکز. کاش این بازی هم سریع تسلیم بشه بریم بازی بعدی هم بزنه ریمچ تا ببینیم چی میشه. سکویرولوژی تخصصش در خانه شناسیه. سکویرولوژی اسم باحالی رو داره. از کشور نیوزیلند. به چی فکر میکنی؟ خب انتخابای زیادی نداری. از D6 تونستم هم از D6 نکنم ولی خب حالا انجام دادیم. فیل B6 فیل C7 دارم. پیاده H5ش هم زیر ضربه نمیتونه قلعه بره. به همین دلیل 4 رو بازی کرد که یه قلعه چیزی داشته باشه. الان اگه بتونه H3 رو بازی میکنم که H3 بازی نکنه. چون اگه H3 بازی کنه شاه هم ضعیف میشه. B5 به این B4 رو هم بازی کنیم. وزیر B7 نشست به این پیاده. وزیر رو بذارم G4 رو خ6 بازی میکنم. حواسمون نبود یکم. باید الان حواسم رو جمع کنم که چی کار کنم چون که یکم خطرناک شد. وزیر G4 رخ H6 ایده رخ G6 خطرناک. شما میذارم H2 یه لحظه حواسم نبود. کار خودش رو کرد. امکانات خودش رو خلق کرد. واقعا خیلی خوب بود. به 5 شیده وزیر به 7 رو داشت که من حواسم بهش نبود ولی خب
بازم حالا فعلا وضعیت تحت کنترل. از چه سر رو میزنم چیزی نمیشه، چیزی نمیشه چون با رخ میزنم و اچس دفاع داره، خبری نیست اینجا. حالا میتونم وزیر رو بیام، شده هفت رو بازی میکنه، وزیر رو یه دونه بذارم ایسه فعلا. آ پنج رو میزنم، خب این که اسپی چهار میکنم، بایده از سه پنج، فیل اچ پنجش خوب نبود، از سی پنج برو تعویض وزیر، اینم بذاریم اینجا. خب رخ کیش خب رخ کیش خب این بازی رو ازش بردم، دوتا بردیم، یه ریمچ دیگر هم زد، یه بازی دیگر هم باش بازی کنم. حریف خیلی سختی نیست و خیلی هم آزار نداره. خب این بار H4 رو مستقیما بازی میکنه که جالبه. H5 رو میزنم، اگه میخوای H5 بازی کنی من میزنم، میخوای قربانی بدی بده، هر کاری میخوای بکنی بکن. D6 جالبه، فیلو میذارم J4. چه میدونم قربانیش هیجان انگیزه ولی خب خیلی قربانی درست درمونی نیستش اینجا به نظر من. باید D5. چرا حواسم به این نبود من؟ قله برم به هفت و زد. آره قله میرم به هفت و بهش میدم، چون وزیر به شیش دارم، آهشت رو بزنه وست هفت. آره همین خوبه. حواسم بود که وزیر به سه داره و یهو فکر میکردم این سه سه بازی کنی تهدید وزیر به سه، ولی وزیر اومد ده سه رفت به سه، یهو حواسم پرت شد. خب ای شیش رو میخواد، خب ای شیش رو میخواد اف سه کنه، در اون صورت ده پنج جالب میشه. بازم حالا بازم مشکلی نداریم، میره عقب، میزنم توی چهار، میزنه تو اون، خیلی پیچیده میشه بازی. آیا راه دفاع دیگه ای داره این پیاده؟ بریم ایشیش رو بازی کنیم، سوار میگیره ولی مهم نیست، مهم اینه که زمانم عقبیم، سوارم عقب میافتیم. ده پنج نمیزنه، احتمالا فیلیدو رو بازی میکنه و بعدش خب این که با این میزنم، آخه این چه حرکتی بازی میکنم؟ حالا فیل فنج دارم همیشه، فیل میام فنج، خوب بازی نکرد. من باید بازی رو بازی خودم تمرکز کنم، چیکار دارم اون خوب بازی کرده یا خوب بازی نکرده. فیل ایدو میذاش بهتر بود. خب بازی در به هفت رو بالاخره زد، همین چهار رو بزنم فعلا. خب وزیر به شیش بزنه از ده هفت، این یه راهه، از ده هفت خودش هم یه راه دیگه است، خود از ده هفت قوی تره، ایده
اگه بزنه رخ 38 دارم. حالا کارهای دیگه هم میشه انجام بدیم، وزی 38 مثلا اگه فیل جی 5 بازی کرد. و حالا چیه پیاده ها؟ من 4 تا 6 تا دارم، اونم 6 تا داره، یه تفاوت هم جلو هم. خب جای نگرانی اصلا نیستش، قطعا برتری با سیاهه. فیل جی 5 وزیر 38 که گفتیم رو بازی کنیم، حرف خودمون رو پس نمیگیریم. میتونم د 4 رو بزنم، میتونم هم نزنم. چی؟ چه زدی؟ برنامه چیه؟ خب این که یه عالمه عقبی الان. خب این پیاده رو به من بده. شاه اف 8 آیا خطری شاهمون رو تهدید خواهد کرد؟ رخ بی 1 این میزنم، بلش کن، چیش بازی میکنم، شاه میبرم بالا. بعد این پیادرم نمیدم بهت، اینم بهت نمیدم. خب ظاهرا میخواد بگیره به زور. خب بذاریم ها 5. چرا دارم ریسکی میکنم بازی رو؟ شاید چفش را جشیش ده بدی نیست. آها میخواد. خب اف 5 رو بازی میکنم که کیشش رو بیام بالا. دیگه خوبه الان، دیگه بد نیست. ای 5 دارم، بی اسبم میام 3-4. ای 5 دارم، رخ درا 2 دارم، پرتغال دارم. چی میگفت پرتغال؟ خب رخ درا 2 شد جه 6، همه چیز دفاع شد، خوبه. رخ کیش، بسیار ممنون، سپاسگزار. اوکی رخ کیش بدم، تسلیم شد. بازم 5 تا دیگه گرفتم. خب یه بازی دیگه هم باش بازی کنیم. ای4 رو دفعه قبلی آکاروکان رو بازی کرد و 3-5 میزنیم. ای6 آسه. خب دفعه قبلی فیلیسه رو بازی کردم، جواب داد. از 7ش رو بازم فیل به 5 بازی میکنم. اینجوری میخواد پیاده رو به ما نده. پیاده رو ظاهرا دیگه به ما نمیده. وزیر د 4 اسب بی 7 میکنه، اف 4 رو اسب 5 میکنه، پیاده رو میزنم. بریم اف 4 رو همین الان بازی کنیم، یا نه اصلا اسب رو میذارم اف 3. ساده تر از این حرفا بازی میکنم، اسب رو حالا میذارم 3-3. دیگه بریم وارد شطرنج بشیم. چیز خاصی دستگیرمون نشد توی شروع بازی، همین شطرنج بازی کنیم بهتره. وزیر رو بذارم خونه ای2، یا چیزی بهتری رو دارم. وزیر ای2 این بار شروع بازیش رو بهتر بازی کرده، سه هیچ جلو هم از این حریف، از حریف خانه شناسمون. یا اسب میخواد به F4 بیاد یا چی؟ رو خب بذارم ای1 فعلا، پیاده ای5 هم حمایت داشته باشه. یه جاهایی میتونم H4-H5 بازی کنم. رخ D1 هم برنامه بدی نیستش. خب بزنم D1. از این 3-7 رو بازی کرد، حالا روی این پیاده هستش. بریم 4 رو بازی کنیم با ایده H5. H5 رو بازی میکنم. اوه پیاده رو میتونست بگیره که جفتمون یکی از یکی دیگه کیسه تر. حالا اسبش میخواد وارد این خونه بشه، از D4 بازی کنم، اسب F4 پیاده رو میگرفت. خب وزیر رو بذارم G4 بزنه، وزیر G3 دارم، وزیر G4 رو دارم، بزنه وزیر G3 میکنم. خب
خب اسبو گذاشت 3-6. آیا دارم این 6 رو بزنم؟ بریم یه قربانی ما هم بدیم توی این بازیامون. یه بار قربانی بدیم ببینیم چی میشه. فکر میکنم خیلی قربانی خوبیه. استری 5 رو که استر 3-7 میزنم میبرم. با این اسب مگه بزنه؟ بازم استر 3-7 میبرم. بزنه وزیر میزنم. روی این حساب کردم که استر ده 5 دارم. شاه رو تکون بده استر ده 5. با رخ که نمیزنم، با رخ بزنم خیلی از جذابیت کار کاسته میشه. یه قربانی زیبایی بود، حالا باید ببینیم چی میشه این قربانی. فکر میکنم خیلی خوب شده. حالا رخ 7 آیا داره فکر میکنه که بازی کنه؟ بزنم، چون رو 3-6 هم هستم، باید وزیر 3-8 رو بازی کنه. بازم میتونم 3-6 با وزیر میزنم. اسب 7 بزنه فیل در 7، نظرتون چیه؟ وزیر 8 داره. خب دیگه چی دارم غیر از اینها؟ باید اینجا تموم باشه این بازی. فیل در 3-6، وزیر در 3-6 نمیشه. اسب 7 بزنه، رخ در 7، اسب رو تکون میده، نمیشه. بریم همینو بازی کنم فعلا. فیل در 7، وزیر 8، فیل بر میگردم. با رخ بزنم اسب 5 داره، خوب نیست. با وزیری 7 بزنم اسب رو میذاره 3-5. ولش کن فکر نکنم. وزیر 8، آها اینو زد. اوف رو ماته، رو ماته، وای اه چه ماتی رفت. فا بزنیم. چه ماتی رفیه هو. حالا امیدوارم که یه چیزایی داشته باشم. و وزیر 4 کیشش مساویه. اسبش کجا داره بره؟ G8 داره بره. اینجا هم داره یه فیلی 8 بازی کنم ببینم کلا سرش میره. تهدید کیش رو دارم. باید مساوی رو قبول کنم، راه دیگه ای ندارم. وزیر D4 رو اونو بازی کرد. F7 خب G2 رو زد. با رخ بزنم. تایمش هم میندازم، مات کردم. در نهایت 2400 و یه بازی دیگه هم باش بازی کنم. 2453 شدم. خب این بازی هم باش بازی میکنم ببینیم این بازی چی میشه. این بازی دیگه داشت منو میبرد کم کم، ولی خب موفق نشد در نهایت. خب فیل جه 4 به نظرم خوبه اینجا. آف اسب 5 داره، چرا فیل جه 4 بازی کردم؟ فیل جه 4 هم خوب نبود توی شروع بازی، ولی خب مهم نیست. من بازم میزنم ببینم. او این بار جه 4 داره. این بازی رو اومده بودم که بد بازی کنم. آه فیل در 5 خوب نشد، این بازی خوب نشده، ولی خب هنوز راه داریم برای بازی کردن.
خدا کنه H5 یا F5 رو بزنی، 5 رو نزنه. اگه H5 رو بزنه فیلم میام G7، حالا برمیگردیم. خب F5 رو که زد بسی بهتر، نمیدونم واقعا چی رو محاسبه کرده. فیل برمیگردم، میتونستم F6 هم برم، ولی خب بد نشد. E5 رو میزد یکم خطرناکتر بود. حالا C6 رو بازی کنم، اینو دفاع کنم. چیه فکر کنم یه پیاده بازم جلو هم، نه اون 7 تا داره، من 8 تا، یه پیاده جلو هم. خیلی عالی، وزیر B6 هم میتونیم بریم حرکت بعدی. وزیر B6 رو بریم، بشیم به پیاده B2 ببینیم چیکار میکنه. زمانش هم میتونیم مانور بدیم، بازی قبلی هم فهمیدیم که روی زمانش میتونیم مانور بدیم. ببینیم چی میشه دیگه با این حریف، فعلا بازی میکنیم. رخ در H5 رو زد، یا خدا چه قربانی دهنده یه این حریفمون، یعنی کلن آروم نمیگه گیره تا اینکه یه چیزی رو نزنه، آرامش وجودیش حاصل نمیشه تا اینکه این مورای ما رو نزنه. حالا یه قلعه هم میخوایم بریم و دیگه نمیدونم چه مشکلی دارم من توی این وضعیت که این قربانی های ایشون خوب شده. خوبه، حالا حداقل اینه که ریتینگمون یکم بالا رفت و همینجوری بازی میکنیم تا ببینیم تا کجا میریم. امیدوارم که حالا تا جاهای خوبی بریم. خب وزیر رو میذاره H2، قلعه بزرگ رو میرم، یه رخ G8 هم دارم میام. B2 رو نمیخوام اصلا بزنم، برای چمه؟ فیلو میذاره F4 که از این خط و خطوط بتونه استفاده کنه. فعلا استفاده ای نمیبینم، مگه اینکه اسب A4 رو اونم کیش میدم. خب رخ بزنم G8، فعلا استفاده ای از این خط و خطوط نمیبینم. یه زمانی شاید بتونیم از این خط استفاده کنیم ما. یه جایی هم میتونم اصلا اسب بزنم E8 بزنم D6، به هر زوری هست میخواد جناح شاه رو باز کنه. A6 و A4، اسب B4 بزنه میزنم، بزنه رخ در D4، دوست دارم این ایده رو. بریم اسب B4 رو بازی کنیم، برم D4 رو میزنم با رخ یا با فیل، با جفتش میتونم بزنم و شاهش فوق العاده ضعیف الان. میکنم فیل در D4 بازی رو تموم کنه همینجا. خب فیل در F6 کیش E6 چیزی نداری بازم. با کدوم بزنه آدم میمونه، با کدوم بزنه، با رخ میزنه. رخ در D4، وزیر در D4، اینم میزنم. خب این بازی هم ازش بردم، یه بازی دیگه میگه بازی کنیم. چشم، بازی میکنیم، بریم باز هم کاروکان، باز هم این شاخه پیشرفته. خب A5، دفعه قبلی فیلیسه رو از D7 بازی کرد، درسته؟ و من خب بازی C7 دارم، بریم اسب بزنیم F3، اسب بزنیم C3. E5 اگه بزنه میزنم فیل B5 کیش میدم، شاهش از قلعه میفته. خودم هم دارم اسب B5 بازی میکنم الان، بازم خیلی جالب میشه. و حالا باید ببینیم. خب زد، واقعا زد. اینجا از B5 هم قابل بازیه، ولی اینو میزنم فیل تو B5 میگم کیش، اینم میزنم یه قلعه میرم. ساده ساده و مختصر بازی میکنیم. وزیر G4 با ایده وزیر A4 هم دارم که نذاشت، حالا
کم دیر جنبیدیم. اسب رو بذاریم آچار با ایده اسب B6. از این G4 رو سریع تر میرفتم، خیلی قدرتمند بود، ولی خب اینم خوبه. الان میخواد باید شاه C7 چیزی بازی کنه که چیزی رو بازی نمیکنه. C4 رو بازی میکنم، حرکت آزاردهنده ای، چون اسب B6 حالا وزیر A4. ایدم اینه، ایدم این نیست که D5 رو بزنم. اسب رو برم B6. جالب شد بازی، وزیر A4 دفاع نداره مگه اینکه حالا نمیدونم چیکار کنم. آره مگه اینکه اینجوری بازی کنه، ولی خب اینو میتونم فیلد D4 بازی کنم، فیلد F6 بزنم، وزیر اینجا، اول فیلد D4، وزیر A4، شاه اینجا، رخ D1. چه لزومی داره من عجله کنم؟ D1 لزومی به عجله کردن نداریم توی این بازی، هرچند D4 رو اینجا داره و یکم شاید به ما بگه که لزومی داشت عجله کنی. بله لزومی داشت واقعا. بله پیاد C5 هم زیر ضربه، فیلوزم D2، منم A5 رو بزنم. حواس نداشتم اینجا دیگه، لزومی داشت که عجله کنم، ولی خب همین که روی زمان عجله کردم بازم خوبه. خب با فیل اینو بزنم، وزیر B5، فیل B4، رخ 1. خوبه، هنوز زنده ایم، یعنی اون زنده است، من که وزم خوبه در هر صورت، اونا رو هم ندیدم وزم خوبه. خب آیا مات میشیم توی این بازی؟ GS بازی کنم، وزیر H5، حمله جالبی رو طراحی کرد. باید بریم GS رو، باید بریم وزیر H5، باید H4 رو برم. خطرناک شد یکم، وزیر H5 H4 G5 است هفکیش. نمیدونم واقعا چی میشه رو نمیدونم. وزیر H5 4 G5. حالا خب این بد نیست، این بد نیست. یه فیلم میذارم B4، تعویضهایی رو بتونم انجام بدم که مات نشم. یه H3 هم دارم اینجا، H3 اسبشو برونم دارم، منطقیه نه؟ خب از این B5 هم بازی کنم، زد با وزیر میزنم، آیا شما میذاره F6؟ نمیدونم بریم رو تایم انداختن یا بریم، نه رو تایم انداختن نمیریم فعلا. خب وزیر رو بذارم E1، C5 داره، اینو بزنم با کیش F4. خب بیا بازم گند زدم، خب ماتمون نکنه، فقط رخ اینجا B4 بازی کنم، رخ بیاد مات نمیشم. نمیدونم مات نمیشم، مات رو ندیدم، حالا ببینیم چی میشه دیگه. کیشش کجاست که ماتمون کنه؟ خب خوب شد، خوب چیزی رو پیدا کردم.
ماتش کردم، در نهایت من اون رو مات کردم و این بازی رو هم بردم. خب بریم یه بازی دیگه هم باش بازی کنیم، چون یکم حالا میتونم ببرمش، فعلا باش بازی میکنم. حقیقتش نمیخواستم خیلی زیاد بازی کنم امروز رو، ولی خب این حریف تصمیممون رو عوض کرد کلن. فکر میکنم 3-6 حرکت درست باشه اینجا، نمیدونم. فیل G4 برگردیم، خودش کار و کامباز و اینها رو بازی میکنه، جالبه برام. وزیر D2 داره، تنها حرکت شاید، نشاید بزنم اسب A4 رو بازی میکنه. حریف نشون میده که حریف بسیار جالبیه. از T7 هدفم این نبود یه ساعت شطرنج بازی کنم واقعیتش، ولی خب تازه شده دیگه. چرا من تعویض کنم؟ چون که G4 میکنه، باید تعویض کنم. با اسب پس گرفت، زیرکانه بود کارش تا حدودی البته، نه زیاد. بزنم بازم اسب A4 وزیرم میدم، E6 رو بازی میکنم با ایده 3-5. H5 هم بازی کنه، بازم 3-5 بازی میکنه. زمانش از من بیشتر شده توی این بازی. B4 بازی کنه، A5 میکنم. خب حالا یه بازی به بازم هم شاید دیگه حوصله بازی نداشته باشم، تا ببینیم چی میشه. 3-5 هدفمون باز کردن بازی بود که حالا تا یه حدودی اجازه شو داد. زمان هم داره کم کم جبران میشه. از B5 هم فعلا که نداره، مات هم که نمیشم دیگه جناح شاه. به نظر خودم که با وزیر بزنم. حالا پیاده E5شو میخواد چیکار کنه؟ F4 که خیلی زشته، خیلی زشته F4، یعنی قشنگ زشتی از سر روش میباره. شاید میخواد حالا بعدن اسبم نمیتونه برسه به اینجا. خب یه رخ سهش بازی کنم فعلا. از T4 میخواد بازی کنه، میدونم میخواد چیکار کنه. باید منم یه جورایی اسبم برسونم اینجا. H5 رو بازی کرد، بریم از B6 رو بازی کنیم. من که خدام H6 کنی، خب اینم که تعویض خوبیه برای ما. چه این تعویض چی بود انجام دادی آخه؟ رخ من که اینجا هیچ، هر وقت دوست داشته باشم شاه E7 شاه D7 فیل G7. اسب بریم C4، چون الان E3 A3 B2 همه اینا خطرناک شدن براش. بزنم پیاده رو نمیگیرم چون پیاده B7 رو میدم. فعلا یه فیل G7 بازی کنم. فیل رو برگردم F8. سه وزیری هفت برم که G5 رو بازی کنه. نمیدونم چرا G5 به نفع منه، ولی خب رفتم که بازی کنه. یکی بپرسه چرا به نفع تر رو نمیدونم. پیاده‌هاش رو سیاه باشن در کل بد نیست، ولی خب آنچنان هم فایده ای نداره. صاف بشینم که گردنمون خراب نشه. فیل رو برمیگردم G7، یه روزی میزنم توی E5، یکم زمان بگذره میزنم توی E5. الانم میشه زد به نظرم، الانم میشه زد.
یکم هم زودم نیست، بریم بزنیم. پیاده جی 5 هم دارم میگیرم. خب بریم سه چار، سه سه داره هرچند. بریم به 5 رو بازی کنیم. خب یک شاه جی 8 رو بذارم. زمان مهمترین چیزه، بعد از اون نمیدونم چیه. بعد از اون این بود که این پیاده رو ندم که دادم. بریم به چهار رو بازی کنیم. خب 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 زیرا گذاشت اونجا. خب حتی شطرنجی هم دیگه وضعم خوبه. آخر سرم یه کاری کرد، بازم حالا بازی میکنه، من بازی میکنم تا زمانی که ایشون بازی کنه. خب بریم بازم این فرانس جنگمون رو تو این شاخه کاروکان ادامه بدیم، ببینیم در نهایت چه کسی موفق میشه توی این جنگ. خب این بار اسب F3 بازی میکنم. میگه چرا انقدر خوش شانسی؟ راستم میگه واقعا واقعا نمیدونم، واقعا خوش شانس بودم توی این بازی ها. دلیلش رو دیگه از خودم نمیشه که پرسید، نمیدونم چرا خوش شانسم رو نمیدونم باید چی جواب بدم. پیلو بذارم ایدو. بله پیل جه 4 میتونه بیاد به این پیاده حمله کنه. از این به 6 داره، یا خدا. ترسی لازم نه. اسب A4 میزنه، شاه F1 کجا میره؟ A7 داره. خب هیچی دیگه، A7 داره. با روی خودمون برمیگردیم. اینو دارم بزنم، اتفاقی نمیفت. با وزیر یا با فیل؟ با فیل بزنم. رخ D8 وزیر B3. با وزیر بزنم رخ ده، نه با فیل میزنم که وزیر به سر رو داشته باشم. تعویض وزیرها، اسبش به خونه D3 میاد، وزش بهتره، حرفی روش نیست. خب من که دوست دارم وزیرها عوض نشن، هرچند که اسبش بیاد D3 نمیدونم چیکارش باید بکنم. دوست داشتن من یه مسئله است، اینکه وضعیت چی رو میخواد یه مسئله دیگه است. وزیر رو بذارم مادو از دسه، خطرناک. باید دشیش رو بزنم، فیل رو میذارم E4. آره E4 که حالا بعدا سه دو هم بتونم برم. Why are you so lucky؟ یه چرا انقدر خوش شانسی؟ حالا بد شانسی هم داشتیم دیگه، امروز شانس تو به خوش شانسیمون خورده. تو چقدر بد شانسی که در مقابل من اینجوری شده. خب به نظرم فیل جی 5 دارم اینجا، به نظرم فیلو بذارم H4. خب بیا پیاده رو، اوه ندادی، فکر کردم اشتباه کرده، ولی خب خوبه بازم. در به هفت یه فیل 3-6 چیزی بازی کنیم. فیلو بیام جسه فعلا. H4
زمان توی این بازی پیاده بود اونجا زد، چی بود اونجا زد؟ فیل درفتو خوردم که بازی رو بد بازی کردیم، فیل درفتو رو هم خوردیم. یه بازی حقش هست منو ببره واقعا، اگه رخ 3-4 از 3-4 رو بازی نکنه. البته تسلیم شد، تسلیم شد. من چه میدونم چرا تسلیم میشی؟ خب وای بازیکن جذابیه. خب من الان اگه بخوام چت کنم و استریم کنم و اینهایی که دیگه میشه چند تا کار همزمان، این رو از من نخواه دیگه که اینجا چت هم بکنم همزمان. خب فیل جه فکر کنم یه بازی چه میدونم نپو با کاسپاروف همچین چیزی توی این شاخه یادمه. وزیر بشیشم و دفعه قبلی آسه کرد، بد نشد ولی وزم. خب بریم همونو بازی کنیم، من راضی اونم راضی. یه بقیش از J1 به 4 بازی کرد، A5 میزنم، تصمیم بحث برانگیز. خب بریم آسه ببینم چیکار میکنه. آزمایش علمی، آزمایش علمیمون خیلی هم علمی نشد. H5 رو بازی کنم، ایده فیل H6 هم دارم. ببینیم دوباره لاکی میشیم توی این بازی هم. فیل درید و از درید و این بازی رو نمیدونم باید چی کار کنم. قلعه رو برم به نظرم، ایشیش میزنم. حالا فیل منم باز میشه، حالا اگه چیزی برای اون پیش بیاد فیل منم باز میشه. حداقل بزنیم، حالا دلخوشی خودمون اینه که فیل منم باز میشه. زمانم تحت کنترل هنوز. حالا اسب F4 و فیل H6 دارم. قلعه رفت بالاخره. چیکار کنم؟ یکی به من بگه چیکار کنم. این رخ هم اینجا کاری نداره دیگه، برگرده بهتره. اینم بیاد اینجا، ایشونم بیاد اینجا، E5 بزنه وزید. آکی نمیشه، نمیشه. F4 عجب 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 F4ی بازی کرد. خب حالا بریم فعلا فعلا وزیر رو بزنم 3-7. یه جوری اسبمو باید برسونم E4. خب کجا اسبم؟ فعلا بره F8. رخی 6 رو دارم، بعدش اسبو برمیگردم D7. داره اونم میاد توی اینجا. خب مسئله اینه که اونم داره میاد. رو خب بذارم E4، سوزم D7. مسئله است. سرعت مهمه ولی خب اینجا دقت هم مهمه. وزیر 3-8، وزیر F5، ایدم اینه. وزیر 3-8، وزیر F5 زد. کلن خیلی دوست داره تفاوت بده، یعنی اگه ولش کنی فقط تفاوت میده. اگه ولش کنی بعد به من میگه چرا انقدر لاکی هستی؟ خب هر بازی تو اومدی و یه تفاوت به من دادی، میخوای لاکی نباشم؟ هر بازی و یه تفاوت دادی.
استر جسه با وزیر میزن. بیا ساده و مختص، چرا من فکر میکنم تفاوت جلو هم؟ چرا من فکر میکنم تو این بازی تفاوت جلو هم؟ واقعا نمیفهمم. وا تفاوت جلو نیستم که، زمان جلو هم فقط. نذاشت این کار رو انجام بدیم که دوست داشتیم. خب حالا باید چی کار کنم؟ رو خب بزنم به 8، اسب بزنم به 5. خب پیادر بده من، خوب کلا سرش میره، به این دلیل باش بازی میکنم که خوب کلا سرش میره. خب منم خوب کلا سرم میره، ولی اسب میذارم ای4 نمیذارم. خب میخواد چی کار کنه؟ مهم نیست، اسب بزنم d6. خب b5 6 8. خب وای مساوی شد، کلا سر خودم رفت. خب کافیه ها، 2-4 سر